یک متغیر عددی عدد در واقع مقداری داریم به نام لانگ، 8 بایت. من 8 بایت رو نمیخوام برات حساب بکنم، 8 بایت میشه 1024 ضرب در 1024 در واقع حساب کنیم، 2 به توان 8 میشه چقدر؟ نگاه کن، 8 بایت میشه در واقع هر بایت 8 بیته. خب 8 ضرب در 8 میشه چند؟ 64. 2 در واقع 2 به توان 10 یا شما باید 6 بار 1024 رو ضرب در هم دیگه بکنید. من میدونم در واقع 1024 سه بار تو هم دیگه ضرب بشه، اینا اینقدر ما تو معادل منطقی کار کردن میبینیم چی، این 1024 سه بار تو هم ضرب بشه میشه چه عددی؟ میشه 1 بیلیون یا 1 میلیارد. خب آره، دوباره این ور در واقع 1 میلیارد داره، 1 میلیارد ضرب در 1 میلیارد ضرب در 16 میشه 18 تقریبا، 18 و خورده ای میشه اینجا حسابش کرد. بذار من بعد نشون بدم، میشه 1024 ضرب در 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 میبینی 18 نه به توان 18 دقت بکن ضرب در 16 این عدد میشه، میشه در واقع این چیزی که من حساب کردم گفتم 18 میشه 18 ضرب در 10 به توان، یه عدد خیلی بزرگ ضرب در 10 به توان 18 به تعداد شن‌های کره زمینه. خب تخمین زدم این عدد رو به چه دردی میخوره؟ ببین این مقداری که اینجا به دست اومده شما اگر بخوای دیتایی رو حساب بکنی، این عددی که الان اینجا هستش غیر ممکنه که اعدادی که قرار هستش شما حساب بکنی از این عدد قرار بزرگتر بشه. پس لذا این متغیر رو هم دیدن برای مقادیر خیلی 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 بزرگ. یعنی اینجا اگه شما بیایید بنویسید مثلا لانگ x مساوی با یه میلیارد 10 میلیارد مثلا، یه ال هم باید انتهاش بذارید خب که نشون بده لانگ هستش. مثلا این رو مثلا من اینجا قرارش دادم، میگه انتهاش ال رو بذار. خب آره نگاه کن، این ال رو هم میگه بزرگ بذار، من ال کوچیک میذارم ایراد نمیگیره، ولی میگه ال بزرگ بذارم. حالا من اینجا بیام هی صفر بذارم تا جایی که این به من ارور بده. آها ببین از اینجا به بعد یه مثلا یک که بذارم از رنجش زد بیرون. آقا یعنی از 18 در به توان 18 زد بالا. فهمیدید شد؟ من حالا میام میگم که SOUT نه X در واقع Shift Alt F10 رو Shift Alt F10 رو میزنم و میاد برای من اجرا میکنه و یه همچون مقداری رو برای هم چاپش بکنم. بس لانگ هم برای اعداد خیلی 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 بزرگ. یه فیلمش رو گرفتم برای متوجه خواهی شد.